پانزدهمین روز مرداد ماه برابر با شش اوت، سال 1115 خورشیدی برابر با 1736 میلادی، درگذشت دانیل فارنهایت، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی و مخترع دماسنج. دانیل فارنهایت، فیزیکدان آلمانی مقیم هلند، در 8 جولای سال 1714 میلادی میزان الحراره جیوه‌ای را ساخت و عرضه داشت که به فارنهایت معروف شده است. فارنهایت نتایج تحقیقات خود را در سال 1724 منتشر کرد و در همان سال به عضویت انجمن سلطنتی انگلستان برگزیده شد. سال 1260 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، زادروز الکساندر فلیمینگ، طبیب برجسته اسکاتلندی و کاشف پنیسیلین. سر الکساندر فلیمینگ، پزشک و کاشف معروف انگلیسی، در 6 اوت 1881 میلادی در خانواده کشاورز در شهر لچفیلد فارم در غرب اسکاتلند به دنیا آمد. او پس از طی تحصیلات متوسطه راهی لندن شد. با این حال از سن 20 سالگی تصمیم به ادامه تحصیل گرفت و پس از 5 سال موفق به اخذ مدرک پزشکی شد. در نهایت 10 سال پس از پایان جنگ، در 4 سپتامبر 1928 میلادی، یک اتفاق تصادفی و یک مطالعه دقیق و موشکافانه باعث شد که فلیمینگ برای از بین بردن باکتری‌های تولید کننده عفونت زخم موفق به کشف پنیسیلین گردد که برای بافت‌های انسانی اثرات نامطلوبی در پی نداشت. سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی، در سال 1293 به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه بختیار در مدرسه فرانسوی بیروت سپری شد و در سال 1316 برای ادامه تحصیل راهی پاریس گردید. دوران 8 ساله اقامت بختیار در پاریس تأثیری عمیق بر خلق و خوی او گذاشت. وی در سال 1318 شمسی با یک دختر فرانسوی ازدواج کرد. بختیار پس از دریافت دکترای حقوق از دانشگاه سوربن در 1324 بدون همسر و سه فرزندش به تهران بازگشت و به حضور شاه جوان راه یافت. از آن پس مدارج ترقی را در ادارات دولتی پیموده و با جبهه‌های سیاسی متمایل به غرب همکاری کرد. پس از جریان 28 مرداد به جرم همکاری با حزب توده دستگیر شد. با این همه بختیار از مراهم خاص دربار برخوردار گردید و مدیریت تعدادی از شرکت‌های دولتی را بر عهده گرفت. با سقوط رژیم پهلوی، شاپور بختیار پس از یک دوره اختفا در تهران با کمک سفارت فرانسه به خارج گریخت و عازم فرانسه شد. بختیار در فرانسه مبارزات خود را علیه نظام استبدادی جمهوری اسلامی آغاز کرد و نهضت مقاومت ملی را تشکیل داد. شاپور بختیار نزدیک به 12 سال به مبارزات خود علیه نظام آخوندها در ایران ادامه داد تا اینکه سرانجام در نیمه مرداد 1370 در 77 سالگی در ویلای مسکونیش در حومه پاریس توسط عوامل جمهوری اسلامی به طور وحشیانه‌ای به قتل رسید. We'll be right back.